رویداد تاریخی سالانه مشایه اربعین چند روزی است که آغاز شده و پخش زنده پیاده روی و ویژه برنامه های اربعینی به زبانهای فارسی، عربی، انگلیسی، ترکی و اردو تا روز بیستم ماه سفر در شبکه های ششگانه امام حسین علیه السلام ادامه دارد. همزمان با شروع این شعیره عظیم مواکب خدمی نیز فعالیتهای خود را چه در مسیر مشایع و چه با حضور در شهر مقدس کربلا آغاز نمودند با هم گزارش فاطمه موسوی را ببینیم مشایع اربعین امام حسین علیه السلام چند روزی است آغاز شده و زائران حرم حسینی با پای پیاده از استانها و شهرهای مختلف عراق به سمت شهر مقدس کربلا حرکت می نمایند. در این میان زائرانی از کشورهای مختلف از جمله کویت، افغانستان، پاکستان، ایران و لبنان و سایر کشورها نیز برای شرکت در این گرد همایی عظیم وارد خاک عراق شده و تعداد فراوان دیگری نیز از تمامی نقاط دنیا طی روزهای آینده به این همایش بزرگ خواهند پیوست. همچنین موکب حسینی برای خدمت رسانی به زائرین اربعین در جاده های مختلفی که زائران حسینی از شهرهای مختلف خود را به شهر مقدس کربلا می در تمامی طول مسیر راه اندازی شده است. شهر مقدس کربلا به ویژه در مرکز منطقه قدیمی هم طی این روزها شاهد ورود موکبهای خدمات رسانی مردمی از استانهای مختلف عراق که در ارائه خدمات به زائرین عربین امام حسین علیه السلام شرکت می کنند بود. پذیرایی از زائران یکی از رسوم به از گذشته های دور است که در میان مردم عراق تا کنون با شور و شوق فراوان رواج داشته و شیعیان عراق با جان و دل و بعضا بزل تمامی مال خیش و اهدای نزورات و حضور شبان روزی در جایگاه های مخصوص از زائرین عربین عبا عبدالله الحسین علیه السلام به بهترین شکل ممکن پذیرایی نموده و یا برای اسکان آنان را جای می دهند. هیئت ها و مؤسسات و مجموعه های مذهبی عراق چادرهای بزرگی در مسیر روی زائران حسینی برپا می کنند که به آنها موکب یا موزیف می گویند و زائران را برای پذیرایی و استراحت در آنها جای می دهند. موکب ها به صورت رایگان به زائران خدمات راه می دهند و مدیریت موکب ها هم به شکل مردمی و مستقل از دولت انجام می شود. در طول سالهای متمادی تلاش بر این بوده است که پذیرایی از زائران اربعین و تهیه امکانات لازم برای برپایی مشایع و زیارت اربعین و احتمام بر این شعیره عظیمه به شکل مردمی صورت پذیرد و از دولتی شدن آن پرهیز گردد. اگرچه تأمین امنیت زائران در طول مسیر پیاده روی و نیز در شهرهای کربلا و نجف و همچنین تسهیل در تشریفات اداری و روادید زائران اربعین از دیگر کشورها با احتمام دولت عراق انجام می شود و در سال جاری با اقدام قابل تحسین هیئت دولتی عراق طبق مصوبه آنان روادید رایگان اعلام شده اما مردمی بودن مواکب از ویژگی های اربعین است که در سال جاری نیز چند روزی است همزمان با آغاز این رویداد سالانه تاریخی فعالیت های آنان نیز شروع شده و همچنان خدمت رسانی این مواکب مردمی ادامه دارد. فاطمه سادات موسوی اخبار شیعه